در شهر نهاوند که بین کرمانشاه و همدان و نزدیک ملایر و بروجرد و توسرکان بوده به دنیا آمدم. پدرم به اسم حاج ناتان بروخی معروف بود. در سن 14 سالگی با پدرش یه عطاری داشته، عطاری موفقی هم بوده، اونجا شریک میشه و در 17 سالگی مجدداً جدا میشه. وضعش خیلی خوب بوده. در 18 سالگی یه عده‌ای که داشتن میرفتن به اورشلیم، این هم دنبالشون میره. از اولی که میره شروع میکنه به بیزنس کردن تا وقتی برگشته و پولی که با خودش برده شد حدود 20 برابر برمیگردونه. بعد از اون پدرم شروع میکنه به صادرات. در وهله اول تریاک و خشخاش و اینا که از دولت اجازه گرفته بودن و خونه بزرگی بود، این دیگایی به این بزرگی همه تریاکای بسیار بسیار خوب طلایی داشت و هم اونا را صادر میکرد و هم تا خشخاش. مادرم شخص تحصیل کرده بود، بسیار آروم و بسیار مهربان و مردم دوستش داشتن، برای که به همه کمک میکرد، بهشون چیزهای مختلف یاد میداد، خیاطی، آشپزی، نمیدونم از این چیزهایی که خودش خیلی خوب بلد بود. ما 5 تا برادر خواهریم. برادر بزرگم دکتر فریدون بروخیم که نورولوژی خوند. بعد از اون خواهر بزرگم بود پری، بعدن خود من بودم، بعد از من برادر کوچکترم آلبرت و بعد از اونم الهه عزیزمون به دنیا آمد. خانواده بسیار خوشبخت و خوبی بودیم، خیلی در رفاه بودیم. من در 5 سالگی به مدرسه اتحاد رفتم. من و بهروز بیات، همین دکتر اتمی که بیشتر توی برنامه میبینین، روی یک میز همیشه با هم نشسته بودیم. مدرسه ما، مدرسه اتحاد، بهترین مدرسه نهاوند بود. من تا کلاس 8 در نهاوند بودم. یه زلزله خیلی بزرگی در نهاوند اومد که تعداد بسیار زیادی مردن و چون برادرم و خواهرم در تهران بودن و پدرم هم یه خونه خریده بود برشون، من از سال 9 به دبیرستان هدف شماره 3 خیابون جاله رفتم تا کلاس 6 که از کلاس ما از 50 نفر 37 نفر فقط در دانشگاه تهران قبول شده بودن. بعد از اون خب کنکور دادم. ما در اون زمان بایستی 2 انتخابی انتخاب میکردیم که به ریاضی مربوط بود و یکی هم از هرچی دلمون میخواست. من خب فنی و با معماری آرشیتکتور انتخاب کردم و اون یکی هم پزشکی زدم. به هر حال قبول شدم هم بره خوشبختانه و دانشکده پزشکی هم طوری بود که میذاشتم آخری شب امتحان میرفتم سراغ دوستان، خلاصه‌تون رو بدین تا منم بیام امتحان بدم. و خب به هر حال دانشکده پزشکی رو قبول شدم. به خود بچه‌ها میگم ما نمیدونیم تو چطوری اصلا دکتر شدی. تو دوره انترنیم عروسی کردم با نینو. تعییدات خداوند متعال بوره اتبارخ و ایتاله بلتی بل تقلید. بعد از 1 سال رفتم سربازی و
خیلی سخت بود. خب صحبت از این بود که بریم امریکا، متاسفانه مشکلاتی بود. آگهی رو دیدم از زوباهن، رفتم اونجا و مصاحبه کردم، بلافاصله قبول شدم. سال 76 که من برگشتم ایران، کامران نه تنها زوباهن رئیس بهداشت بود، در خدمات درمانی وزارت بهداری واز most influential person. تمام خدمات درمانی که سطح درمان سطح کشور رو پیاده میکرد، کامران رو اداره میکرد و خیلی پاورفول بود. در ضمن اون کاری که میکرد در مرکز پزشکی شاهنشاهی هم کار میکرد و جز آدمای اشخاص خیلی اینفلوئنشیال بود. قانون خیرخواه رو بیمارستان شد راه انداخته بود و بیمارستان درست حسابی شد در اون موقع. این دوست نازنین من قبل از اینکه 30 ساله بشه رئیس مهمترین بیمارستان یهودی تهران یا ایران بود، قانون خیرخواه. یکی از مهمترین کارهایی که در اون دوره انجام گرفت ایجاد قانون خیرخواه بود، یک مرکز بهداشتی برای یهودیان. افتخار آشنای من با شادروان حاجبی بلقانیان به دلیل این بود که قانون خیرخواه بیمارستان در اون زمان کورش کبیر و در شرایط فعلی دکتر سپیر اشکالاتی داشت و حاجی عبی و دکتر کرمانشاهچی و انجمن از من دعوت کردند که به حساب کارایی برای اونجا انجام بدم و من مسئول اونجا شدم، قراردادایی رو بستم. صحبتش بود که کامران معاون وزیر بشه، ولی منتها به علتی که معلوم بود تو ایران معاون وزیر نتونستن بکننش. سال 75 زوباهن یه بورس به من داد که برای مدیریت امور پزشکی و برای پزشکی پیشگیری برم به امریکا و من در مدیکال کالج ویسکانسین رفتم اونجا و برگشتیم. شادروان حامیدیا شوفه فداکاری و بزرگواری که فرمودن که موقع راهپیمایی عاشورا من رفتم کنیسه ابریشمی، ایشون به اتفاق راب داوید و اینا تشت داشتن که بعد این راهپیمایی رو بیاین، قرار شد که ما 30-40 نفر بشیم، یه پرچم هم داشته باشیم بریم بذاریم تو داخل این صفحه اینا و برگردیم. بعد یه دفعه از مرکز اونا خبر شد که جامعه یهودی جلوی صف باشه، ما را گذاشتن جلوی صف که تا میدون نواب و تا اونجا رفتیم و واقعا فداکاری های خیلی زیادی رو خانم یدیدی ها و رابدوی بود هر دو کردن در این مورد. After 14 years of exile, Khomeini now steps onto Iranian soil again. از طرف دفتر آیت الله طالقانی خبر شدم که آیت الله خمینی داره میاد و شما چند نفر از جامعه یهودی بیان. منم رفتم خدمت هاخام یدیدیا، به اتفاق ایشون ما رفتیم به فرودگاه و در اونجا ما رو قسمت جلویی که بغل پلی هواپیما بود گذاشتن، بعد از ما زردشتی ها بود، بعد مسیحا پشت سر ما هم آخونده بودن. با توجه به ترس و وحشت جامعه که هر کسی رو وصف میکردن به صهیونیست، ما تصمیم گرفتیم که بریم و با خود خمینی ملاقات داشته باشیم در قم. رسیدیم اونجا و خب آخام لطف کردن و معرفی کردن و نشستیم توی اتاق و بعد موقعی که من صحبت کردم گفتم که ما همه در ایران یهودی های ایرانی صهیونیست مذهبی هستیم و کاری هم به سیاست و این چیزا نداریم و خوشبختانه از به بعدم ما کل کشتارمون در اونجا حدود 17 نفر بود. اینا همش به خاطر این بود که ما نشون بدیم که جامعه هیچ گونه خطری برای شما ایجاد نمی کنه و امیدواریم که شما برای جامعه ما خطری نداشته باشه. در جولای 79 برای یک ماه به امریکا اومدم و در لس آنجلس همه بزرگان جامعه رو جمع کردیم به اتفاق دکتر کرمانشاهچی و آقای اینا که وضعیت اینجوریه و شما لازمه که
یک تشکیلات یهودی در امریکا داشته باشیم که حامی یهودیان ایرانی و به طور کلی یهودیت باشه. رفتم از ایران ایر تیکت گرفتم، 20 دقیقه قبل از اون گفتن مأمور خروجی برو تو دادستانی فرودگاه. رفتم اونجا و شروع کردم داد و بیداد. بعدم تماس گرفتم با دفتر مهدوی کنی و ایشون گفتن سوارشون کنین بیان و ما سوار شدیم اومدیم امریکا. 13 مارس 1980 ما اومدیم به لس آنجلس و از آن زمان تا کنون همچنان مانند گذشته یار و یاور ایرانیان در غربت. دکتر کامران بروخی با شیوه ابن سینایی خودش در طی 50 سال گذشته جان هزاران بیمار را نجات داده. اگر جوانان در طی 38 سال گذشته محکم رو پای ایستاده، سالم و پر انرژی پیش رفته، ما با خانواده اصولا مدیون محبت ها و توجه خاص دکتر بروخی هم در طی مدت بودیم. من و کامران به فاصله 50 متر از همدیگه به دنیا آمدیم و کامران برای من همیشه مثل یک برادر بزرگتر بوده که حتی تو دبستان منو پروتکت میگرده. من و کامران با هم دبستان، دبیرستان، دانشکده پزشکی و سربازی هم حتی با هم بودیم. کامی تنها کسیه که من میشناسم با آیت الله خمینی ملاقات کرده، همزمان یا در سالهای بعد با نخست وزیرای اسرائیل میتینگ داشته و دوستی داشته. کامران کسیه که با خانواده شاه دوسته و اپوزیسیون ها هم دوستش دارن، کسیه که با لوردها، لورد آلیانس صبحانه میخوره، در این حال شهبانوی عزیزمون اونو دوست خودش خطاب میکنه. من فکر میکنم که اگه کامی دبیر کل سازمان ملل بود الان تو دنیا یه صلح به جا و پا بر جای برقرار بودش. من هر وقت که دکتر کامران بروخیم رو میبینم یک با کمیشه یه مرضم عود میکنه، یک جاییم درد میگیره و این رو به روان شناس مراجعه کردم، به روانشناس درون خودم و او گوش شاید تو تحت تاثیر این بیت سعدی هستی که میگه گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. روزی که من و شما در زندگی اون اول فکر میکنیم و بعد حرف بیزنیم، معناش این است که هم نگران بدی خودمون هستیم، هم نگران بدی دیگران، هم نتیجه‌ای که از اون به دست میاد. دوستانی که اشاره کردن به زبان کامران که منم با اون آشنا هستم و عرض میکنم چگونه این مرد به دلیل صمیمیتش، صداقتش، پاکیش، صفاش، خوبیش، مهربونی اول حرف میزنه بعد میفهمه مزخرف. من فقط و فقط یک نفر دوست رو در 46 سال گذشته داشتم، اون دکتر بروخیم. در عرض 30 سال گذشته دورا دور من اسم جناب دکتر بروخیم را شنیده بودم و با چهره ایشون آشنایی داشتم، تا اینکه چند سال گذشته، از 6 سال 7 سال گذشته، آشنایی ما به یک دوستی خیلی نزدیک مبدل شد که توأم با صمیمیت، دوستی و معرفت بوده. جناب دکتر همیشه سمت یک برادر بزرگتر، یک پدر و یک راهنما برای من داشتند. به قول سعدی میگه وقت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی پرمهر نماید، در دولت بگشاید. روی پرمهر شما همیشه در قلب من تأثیر گذاشت و همیشه من تحت تأثیر دوستی شما بودم و خواهم بود.
60 سال پیش دکتر کامران بروخیم محبت دوستیش رو به من بخشید. هر دوی ما جوان بودیم، در دانشگاه تهران تحصیل می‌کردیم، او در دانشکده پزشکی و من در دانشکده علوم. این دوستی سال‌های سال ادامه پیدا کرد، چه در میهن چه در غربت. هرگز هیچ عاملی در این دوستی خللی ایجاد نکرد، بلکه باعث شد که این دوستی مستحکم‌تر بشه. حتی فواصل جغرافیایی هم در این زمینه مهم نبود. کامران بروخیم یکی از شریفترین، نابترین و زلالترین انسانهایی که من در تمام عمرم شناختم. در دوستی صادق و در پزشکی حاذق به تمام معنا. کامران همیشه این پند سعدی رو آویزه گوش داشت که طریقت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. ما تقریبا 10 ماه پیش با دکتر داشتیم از یک کنسرت برمیگشتیم، رفتیم یه رستورانی، اونجا پیانو داشتن و بعد از شام گفتم دکتر براتون میخوام یه آهنگ بزنم. یه آهنگ از اصفهان مال آقای معین رو زدیم و ایشون بسیار خوشش اومد، گفتش که من عاشق موسیقی ام، عاشق ساز و ضربم، بعد برم یه پیانو بخرم و تو بیای هر هفته برای من بزنی. ما جدی نگرفتیم، گفتیم حتما دکتر شوخی میکنه، ولی ایشون رفت 2 هفته بعدش پیانو رو خرید و ما الان 5 ماه 6 ماه هفته یه بار معمولا چهارشنبه ها میریم یه شامی میزنیم و بعد کنسرت خلاصه شروع میشه و ایشون هم خودش میخونه و خیلی شبای خوبی میگذرونیم. اولین برخورد من با کامران روز اول دانشکده پزشکی که همه خیلی اکسایتد هستیم و رفتیم دانشگاه و نشسته بودیم تو سال آمفی‌تئاتر بزرگ و رؤسای مربوطه اینستراکشن میدادن که چی کار بکنین، چی هستین، چی بودین، چی خواهین شد، و اولف سالن یه بنگ محکم به پشت من برخورد کرد که من برگشت جا خوردم، برگشت نگاه کردم یه آقای با لبخند داره، تو یکی کره خر تویی، ما اسم فامیل هر دومون یکیه، بروخیم هستیم و این کره خر منظورش خودش بود و من با هم دیگه. دومین قسمتی از کامران، خاطره خوبی که من از کامران دارم، همون سال اول بعد 5-6 ماه دیگه ما با هم خیلی جور شده بودیم، یه گروه شده بودیم، 5-6 تا دوست بودیم. ما با هم دیگه رفته بودیم آبادان، خونه برادر کیومرث هم زندگی می‌کردیم، شب توی اتاق خوابیده بودیم و صبح همه بالا شده بودیم با نخ و سوزن، همه ما رو با هم دوخته کامران. از تهران نخ و سوزن آورده بود که ما رو با هم دیگه، شورتان رو با هم دوخته بود، ملافه رو با هم دوخته بود، صبح با هم دیگه دست جمعی بلند شدیم رو زمین. پس از انقلاب ایشون به خارج از ایران، یعنی به لس آنجلس آمد و در واقع کاری کرد، کارستان در لس آنجلس، به گونه که وقتی که من به لس آنجلس اومدم سال 82 متوجه شدم که ایشون درمانگاهی درست کرده و اون درمانگاهش ملجع ایرانیانی روی پناه بود، هم از روزنامه نگار، خبرنگار، چه میدونم، موزیسین، آوازخوان، هر کسی که نیاز داشت این مرد محترم زیر بغلش میگیره و کارش انجام میده. دکتر کامران بروخیم یک ایرانی، یهودی، آمریکایی است. ایشان یک پزشک معتبر هستند که زندگی خود را وقف خدمت به جامعه کرده و میکنند. همگی به کمک های شایان ایشان به یهودیان ایرانی در آستانه وقوع انقلاب اسلامی واقف هستیم. کمک های ایشان برای ایجاد ارتباط بین یهودیان با نهضت اسلامی، به خصوص در آن دوران مبهم نگران کننده پس از انقلاب، هرگز فراموش نخواهد شد. کامران از دید من یک رهبر خودجوشی بود در جامعه ما، نه تنها یک پزشک حاضر بلکه یک انسان از خود گذشته، یک دوست فرهیخته و در تاریخ نامش ثبت خواهد شد به عنوان کسی که جامعه رو از خطری که در انتظارش بود نجات داد. کامران کسی بود که خیلی ها را آمد وادار کرد که در این گذر انقلاب جامعه رو سالم نگه بداره. کامران
اسم ابن او خیم، خیم یعنی زندگی. امیدوارم خداوند به او زندگی طولانی بده همراه با سلامت. امیدوارم خداوند همه درخواستهای قلبی ما رو برای شما بپذیره و شما رو سالم مثل همون کامران اول ولی یه چیز ازش بایستی دور بشه و همون زبون خداوند. برو قطع دار لولو ملخ خالم هموسی لهمین حارس. آمین.